من دو سال پیش یک روز به پدر خود زنگ زدم، 21 دقیقه با پدر خود گپ زدم. مثلا ها منتظر ازی گپ بود که پدرم مرا بگم از تو راضی هستم. مرا گفت من از تو راضی هستم. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای معاذ رضی الله عنه میگه، میگه احبک یا معاذ، دوستت دارم ای معاذ. میگه بعد از نماز بخون که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. در اول جمله چی بود؟ احبک یا معاذ، ای معاذ دوستت دارم. پیامبر چرا یکی به یکی نمیگه بخون دعا اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک؟ از معاذ کسی پرسان میکنه که در زندگی خوشحالترین وقتت کدام وقت بود که خیلی افتخار به وقت میکنی؟ میگه مو وقتی که رسول الله برای ما گفت احبک یا معاذ، دوستت دارم ای معاذ. کلمات خیلی قوی هستن. من دو سال پیش یک روزی به پدر خود زنگ زدم، 21 دقیقه با پدر خود گپ زدم. مثلا ها منتظر ازی گپ بود که پدرم مرا بگم از تو راضی هستم. مرا گفت من از تو راضی هستم. این جمله تا به حال با یاد من هست. 3 سال میگذره که من از تو راضی هستم. خویشاوندت منتظری است که یک دفعه برش بگی که دوستت دارم. پسرت منتظری است که یک دفعه بگی دوستت دارم. با هم محبت کنین، همه دیگر دوست داشته باشه. همسرت در خانه و پشت دروازه ها بند است به این خاطر که یک دفعه بگی دوستت دارم. فرزند منتظری است که یک دفعه مادرش برش بگی که دوستت دارم. با هم ارتباط برقرار کنید که دیگر دوست داشته باشه، با هم نیک کار باشه. مردم به این نیازمند است. مردم کشور ما در دیده هستند، رنجیده هستند. هر کس در جستجوی نیکوکاری است که یک کسی پیداش که نیکوکاری بکنه. یک کلمه برای دوستت بگو، یک کلمه بگو دوستت دارم. با اون نیکوکاری بکن، خدا ازت راضی میشه. بین با دوستای خود نیکوکار باشیم، با آنها صله رحم به جای بریم، از سخنهای زشت خودداری کنیم، مردم را دلشان را نرنجانیم. دل رنجیدن هنر نیست که یک دل کس برنجانیم، این هنر نیست. دل شکستن هنر نیست، دل به دست آوردن هنر است. مسجد ویرانه آباد میشه، کعبه ویرانه آباد میشه، اما دل که یک دفعه ویران شد آباد نمیشه. دل که یک دفعه رنجیده شد آباد نمیشه. یک کلام سنجیده تو به دوستت، به برادر مسلمانت، این نیکوکاری هست. ایره دهی بخیلی نکو، نیکوکار باش با برادر مسلمانت. آیت قرآن کریم است در جزء دوم در روبش آمده، میگه لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. میگه نیکوکاری رو گفته نمیشه که رویت رو به طرف مشرق رسول الله رو میگه به طرف مشرق و مغرب بگردانی، یعنی به طرف قبله. نیکوکاری است که با وجودی که مال را دوست داری ذوی القربایت ببخشی. وآتى المال على حبه ذوی القربى، این نیکوکاری هست که تو مال را با وجود که مال را خیلی به سختی پیدا کردی و این مال را دوست داری و اعط المال على حبه ذوی القربى، با ذوی القربایت ایره میبخشی. من تو را دوست دارم، مال از تو باشه، این نیکوکاری هست. حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه صدقت الصدقه على مسكين صدقه، صدقه برای مسکین یک صدقه هست. و على ذی الرحم صدقه و صله، اما اگر خویشاوندت باشه صدقه کنی، هم صله رحمی هست هم صدقه هست. دو ثواب. بین اول هم خویشاوند خود را اگر فقیر است او را به دادش برسیم، با او نیکوکاری بکنیم. شما شاید بگین خویشاوند ما با ما خیلی بدی ها کرده. ایره ما هم برتان یک حکایت میگم. ابوبکر صدیق را میشناسیم، نزدیکترین دوست رسول الله ابوبکر صدیق است. پشت دختر ابوبکر صدیق عایشه رضی الله عنها که خانم پیامبر است، دوست داشتنی ترین خانم پیامبر عایشه است. از خیلی محبت حمیرا میگفتش، عایش میگفتش. پشت ازی تهمت زنا زدن که پیامبر عایشه زنا کرده، ای ابوبکر عایشه زنا کرده. از این که دکه خطرناک خود بود برای شما، نزد شما
تعرض به آبروی یک فامیل از اینکه خطرناک ممنون شاید گپی نباشه. مردم به این راضی است که خونشان ریختانده شد اما با آبروی ریختاندن راضی نیستند. اما از پیامبر این گپ در بین صحابه پخش میشه، در بین دشمنا پخش میشه، در بین دوستا پخش میشه. داستانش خیلی بزرگ است. بعد غزوه بنی مصطلق یک واقعه پیش شد. در مسیر راه عایشه را تهمت زنا زدند. پیامبر کم کم با عایشه ارتباطش قطع شد، کم کم مثل گذشته با عایشه ارتباط برقرار نمیکرد. ابوبکر صدیق هم که با ارتباطش با عایشه کم کم قطع شد. عایشه سرگردان پریشان، در حالی که از جمله ازواج مطهرات است، کسی است که بعد از الله متعال 12 آیه یا 18 آیه 12 آیه در پاکی عایشه نازل میکنه. بعضی که در مورد عایشه رضی الله عنها در سوره نور رکوع دوم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ای آیه ها نازل میشه، عایشه بخشیده میشه، عایشه براعت حاصل میکنه از جانب الله، اون از عرش پاکیش نازل میشه که پاک باشه، خدا تو رو پاک حساب میکنه، تشویش نداشته باش. از اینکه مردم با تو دشمنی داره، مردم با تو چی میکنه، خدا میفهمه که قلب تو چی قسم است. خدا از حالت آگاه است. قصه مردم نباشه، مردم خوشحال نمیشه از تو، فقط مردم ارتباطت با مردم محکم باشه. بعد از ابوبکر صدیق چند دوستای ابوبکر از پشت عایشه تهمت زد. دوستای ابوبکر پشت عایشه تهمت زد. دوستا ابوبکر چی میگه؟ من بعد ما بالای دوستایی که پشت عایشه تهمت زدن هرگز انفاق نمیکنم، هرگز نفقه و صدقه و خیرات نمیکنم. بزودترین فرصت جبرئیل از طرف الله میگه، بر رسول الله میگه ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم. بر یک صاحب فضل، به یک صاحب بزرگی، به یک صاحب کسی که نامش ابوبکر است، یار غار رسول الله است، برای اون نمیزیبه که انفاق را منع کنه بالای کسایی که پشت دخترش تهمت زده. با تو نمیزیبه ای ابوبکر، او اگر تهمت زده او خودش است، تو ابوبکر هستی. اگر خیشاوند ما کدام خیشاوند نادان خدای نکرده داشته باشیم، اگر اون نمیفهمه تو میفهمی، اگر اوی گپا را نشینه توی گپا را شنیدی. بعد از برای ابوبکر میگه الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست نداری که خدا تو رو ببخشه؟ ای برادر، اگر کسی با تو قطع کرد اعتماد خود را، آیا دوست نداری که خدا تو رو ببخشه؟ آیا دوست نداری که رسول الله از تو راضی شه؟ آیا دوست نداری که اعمالت روز دوشنبه و پنجشنبه مورد قبول الله متعال قرار بگیره؟ آیا دوست نداری که در بزرگی و عظمت تو افزوده شه؟ اینو دوست داشته باش. ابوبکر الله میگه که این کار نادرست است ای ابوبکر، برای تو نمیزیبه. او اگر مستح است از پشت عایشه تهمت زد، تو ابوبکر هستی، تو یار غار رسول الله هستی، تو اولین خلیفه رسول الله که بعد خود پیامبر، بعد از پیامبر تو انتخاب شد، تو ابوبکر هستی، با تو نمیزی. و اگر با شما کسی دشمنی میکنه، شما مهربانی کنه. من همیشه به دوستای خود گپا رو میزنم. بعضی اوقات اگر کسی شما را نیش میزنه، شما نیش نزنه. از اونها شاید خاصیتش نیش زدن باشه، از تو خاصیتت مهربانی هست، از تو خاصیتت گذشت هست. کدام روز اگر گشتم ما را نیش میزنه و گشتم رو زیر لغت نکنه، مثلا مثال براتون میگم، تشبیه میکنم، او خاصیتش نیش زدن است، از تو خاصیت نیش زدن نیست، از تو خاصیتت مهربانی هست. تو مسلمان هستی، تو عقل داری، فکر داری. پس دومین حق همسایه و خیشاوند، رفیق، دوست، نزدیکا نیکوکاری هست. ما باید نیکوکاری داشته باشیم. سومین حق محبت با خیشاوند، مهمترین شلمی و کتابی که ما میخواندم، مهمترین اصل در مورد ارتباط با خیشان ایره گرفته که محبت کنیم با یک دیگه. ما در مقدر وقت که در دعوت آغاز کردیم، مهمترین چیز برای من است که باید محبت در بین دوستا باشه. محبت که بود هر چیز میشه. محبت بار به خدا کن که دو همسایه با هم محبت داشته باشن، پیشتاز هستن. دو کشور با هم محبت داشته باشن، موفق هستن. دو رفیق با هم محبت داشته باشن، موفق هستن. همسر و شوهر با هم محبت داشته باشن، موفق هستن. عبادتشان درست میشه، تجارتشان درست میشه، زندگیشان درست میشه، هر چیز درست. ما فطرتاً به محبت نیاز داریم. هر کس ایره دوست داره که دوست داشته شوه، ایره هر کس دوست داره. شما ایره دوست داره که فرزند شما شما رو احترام بکنه؟ استاد ایره دوست داره که شاگردش رو احترام بکنه؟ شاگرد ایره دوست نداره که استاد بالای او شفقت بکنه؟ دوست داره. خب این محبت است. فطرتاً ما با این چیزی ها نازمند نستیم. شما در خانواده ای رو تجربه کن، فطری هستی، مثلا کسبی نیست. با هر طفلی که در خانواده خوب اخلاق داشته باشه، اول با گوشت خود میاندازه، چون که محبت دوست داره. او با یکیش که یک روز بد اخلاق کنه است، متنفر است، چون که فطری هست، طبیعی هست محبت کردن با کسی. هر کس دوست داره.